مین گزاره شده اطراف ما. آقا سفارت پول ما رو گرفتن، ما رو ویزه دادن، اما از ایران ما رو دوباره ردمرز کردن. دوستان عزیز یک دقیقه شما توجه کنین به این صدایی که همشهری ما شما چی میگه. افغانایی که با مدرک است، با ویزای قانونی است، با ویزای سیاحتی آمده، اونا رو هم ردمرز کردن. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، احمد هستم. سلام و وقت شما بخیر همتنان عزیز، امید که صحتمند و سلامت باشین و خیلی خوش آمدید به یک دیگر از برنامه‌های مهاجرتی آواز افغانستان. همتنان افغانستانی ما که در ایران زندگی میکنین، درود خاص به شما عزیزای دل دارم. همتنان عزیز، همونطوری که در جریان هستین، این روزها سر و صداهای خیلی زیادی باز هم شروع شدن که افغانهای عزیز ما که دارای مدارک قانونی با ویزه سیاحتی در ایران هست، هم متاسفانه اینا ردمرز میشه. همونطوری که یک گزارش بی بی سی امروز نشر کرده بود دوستای عزیز، این رو شما میتونین که از صفحه یوتیوب بی بی سی persian.com شما میتونین که برین و این گزارش رو ببینین. دوست ما، هموطن ما با ویزای قانونی سیاحتی که گفت که مثلا چقدر وقت هنوز ویزای ما مانده، اما این نفر از داخل موتر کشیده برد اردوگاه و بعد فرستاده به افغانستان. 3 ماه ویزای ایران گرفته بودم، ویزای سیاحتی یعنی گردشگری ایران با پاسپورت معتبر افغانستان، من از داخل تاکسی گرفتم. و این موضوع هم در کجا شده همتان ما؟ در کرج شده. خب موضوع اینجاست که حالا وقتی که افغانهایی که دارای پاسپورت هست، دارای ویزای قانونی هست میایه و اینا را میفرسته، این پاسپورت اینا مثلا وقتی که اینا را ردمرز بکنن، در مرز اینا را خروجی نمیزنن. این یک مشکل بسیار کلان برای این کسایی که با ویزا و پاسپورت هست، از مرز اینا را ردمرز میکنه، اون برای مرز میفرسته افغانستان. این یک مشکل کلان به این شخص به وجود میاد که این خروجی و دخولی نمیخوره. از ایران که خارج میشه خروجی نمیخوره و در افغانستان که داخل میشه مهر دخولی رو نمیخوره. پس این پاسپورت از این دارای جریمه میشه دوستای عزیز، که زمانی که تو مثلا ایران رفتی چطوری برگشتی، خب باید جریمه پرداخت بکنه. در غیر او صورت اینا مثلا نمیتونه که با این پاسپورت به کشورهای دیگه سفر بکنه، به پاکستان، به هیچ کشور دیگه نمیتونه اینا سفر بکنه تا زمانی که این مهر دخولی و خروجی درست نشده. دوست عزیز، این بسیار یک موضوع مهم هست که شما دوستا متوجه این موضوعات باشین. از گشت و گذارهای بیجا در شهرها، در محلها شما خودداری بکنین تا دوچار این موضوع نشوین. و خاص مردم افغانستان، خاص مهاجرین افغانستان هم از دولت جمهوری اسلامی ای است که حداقل کسایی که دارای مدرک قانونی هست، لطفا اونا را دیگه شما را ردمرز نکنین. اونا در سفارتتان در افغانستان میره، بایومتریک میشه، اونا پول خود پرداخت میکنه، به طور قانونی وارد کشور جمهوری اسلامی میشه. پس دیگه چی نیاز است که شما اینا را ردمرز بکنین؟ همونطوری که مردم خود ایران امروزه در کل دنیا، مخصوصا در ترکیه و در اروپا، خیلی مردم ایران زیاد است، اینا هم با پاسپورت و ویزای قانونی هست، پس اینا را اگر ردمرز بکنه چی معنا داره؟ پس ویزا چی شد؟ این قانونی که شما طرح کردین ای چی شد؟ پس ویزا بگیر داخل کشور ما، بیا قانونی هستی، وقتی قانونی هستیم چرا ما را ردمرز میکنی؟ همتان عزیز ما که در کرج و ساحات اطراف کرج هستین و تهران، دیگه کریم آباد و یک سلسله شهرها و شهرستانهای دیگه هست که این روزا بسیار به شدت صفخانه بگیر هست. و همونطوری که یک گزارش دیگر همکار عزیز ما آقای سفری عزیز درست کردن که گشت های هستن که در سطح شهر، مخصوصا شهر ری که در موضوع جلسهشان هم قسم صحبت کردن که با افغان ها مثل که در جنگ مقابله می شد، با اتباع اینجوری مقابله شود. یعنی ما در این حالت میگه هستیم، مین گذاری شده اطراف ما. مین گذاری به چی معنا همتان عزیز؟ میگه اتباع آمدن اطراف ما رو گرفتن، ما مین گذاری شدیم توسط اتباع. پس بیاین شما از گشت و گذار زیاد، از رفت آمدهای بی مورد و بی خود خودداری کنین. در سر کار اگر میرین مستقیم برین سر کارتان رو برگردین، و الا ای که شما خیلی ضرور باشه که در سطح شهر برین دوستای عزیز. پس این موضوعات متوجه باشین. من زیاد صحبت نمی کنم در این مورد چون برنامه طولانی میشه و وقت شما از هم ضایع میشه. فقط همین قدر میگم که هر جایی که میرین مدارکتان همراهتان باشه و از گشت و گذارهای بیجا شما خودداری بکنین در سطح شهر، در محلاتتان که هستین، به خاطر از اینکه تردیت با
خیلی زیاد شده و متاسفانه افرادی که دارای مدارک قانونی هستن اینا رو ردی مرز میکنن. سلامت باشین هموطنان عزیز، خیلی از شما تشکر میکنم که تا این دم با ما همراه بودین و آواز افغانستان همیشه حمایت کردین. عزیزای ما که هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً این چنل ما رو سابسکرایب بکنین، زنگوله رو هم فشار بدین تا شما اولین کسایی خواهید بود که از ویدیوهای جدید ما با خبر میشوین. شما از زیدی لب تا برنامه‌های آینده به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.